خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز شبکه جهانی تلویزیون ایران، امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. بسیار خوشحالم در خدمت آقای دکتر شهریار وزیر تبار هستم، متخصص بیماری های داخلی و عمومی با بیش از 35 سال سابقه طبابت و بیش از 12 سال تحقیق در مورد رشته سلول های بنیادی یا استمسل. سلام می‌داریم خدمت آقای دکتر شهریار وزیر تبار. سلام آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حکاک و سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. قبل از شروع برنامه باید بگم که ما شما رو میس کردیم هفته گذشته. من هم همینطور آقای دکتر. البته لطف کردن آقای شبخیز تشریف داشتن، من در خدمتشون بودم. اما واقعا من بدون شما الکن میشم. شما نباشید نمیتونم صحبت کنم. و واقعا باعث افتخار منه در خدمت شما من بودن. واقعا افتخار میکنم در کنار شما هستم. آلموس 8 سال هست که بله. شما در تلویزیون ایران هستید و برنامه‌های هفتگی رو میبینید. میگذارید و هر هفته هم نکات جالبی رو به مردم ارائه میدید و روز به روز هم این محصولات داره پیشرفته تر میشه و بیماران بیشتری رو مداوا میکنه. بله و خبر خوب برای این هفته، یه چیز جالب اول برای شما بگم و بعد بریم این فیلم ویدئویی یکی از عزیزان رو با همدیگه ببینیم. و جالب اینه که با نمک این مطلب، منشی من از ایران با من تماس گرفتش، گفت آی دکتر مدتیه همه زنگ میزنن هی میگن آی دکتر چرا دیگه راجع به ام اس صحبت نمیکنه. بله بله، الان ما هفت جلسه ای هست بیماری مختلف، بیماری های مختلف بله. بوده راجع به ام اس نبود. بعد یکی این که من باید بگم این فقط مختص ام اس نیست، برای تمام بیماری هاست. بله. این یه مطلب. مطلب بعدی، بعد از فیلمو که دیدیم من باید اون ماجرای مولا نصرالدین و پسرش رو تعریف کنم، چون ماجرای بانمکی راجع به همین قضیه است. بله. حالا یه عزیزی هستن که من واقعا مثل دختر من میمونه، من خیلی دوستش دارم، به منم میگم اون شهریار، و اینقدر اتفاق جالبی تو زندگی براش افتاده. ایشون ساکن اصفهان هستند، خانم فروغ رحیمی. بله. و بیمار ام اس درمان شده که حالا ما مدارکشون رو هم امارایشون نشون خواهیم داد بعد از صحبتهای ایشون، و طبق معمول شمارهشون هم در اختیار پرسنل ما هست. بله. که گفتن اعلام هم میکنیم که هر کسی خواست با خانم رحیمی تماس بگیره، حتی ایشون میگم بیا منو ببینن منزل ما، بیان در اصفهان قدمشون چش. تمام کسانی که چه تلفنی چه تصویرشون از تلویزیون پخش میشده همیشه اعلام کردن تلفن‌ها در اختیار عزیزان هست و میتونن بگیرن، اسم ببرن، تشریف ببرن. بله. در منزلشون آزمایشات قبل و بعد رو بگیرن، امارای قبل و بعد رو بگیرن. بله. تمام مدارک پزشکی رو ببینن و طبق معمول بعضیا که خیلی بدبین هستن و خیلی فکرشون جور دیگه ای هست که من حالا تماس میگیرن که آقای دکتر فامیلاشونو میارن پشت دوربین، بابا تو رو به خدا بس دو کنید دیگه، این 104 تا فامیل دارم والا به خدا. این بله مسیجا رو خواهشان برای من نگذارید، برای اینکه من به آقای دکتر و کاری که دارن انجام میدن اعتقاد دارم، به آقای پروفسور دراپا اعتقاد دارم و میدونم که دارن خدمت میکنن به جامعه. همیشه گفتن 100% هیچ چیز نیست، حتی بله. در دنیای پیشرفته پزشکی هر چیزی رو که هیچ پزشکی، هیچ دانشمندی، هیچ مرجع پزشکی نمیگه که میتونه یک بیماری رو 100% بله. کیور کنه، درمان بکنه. آقای دکتر هم از روز اول همینو گفتن. بله. ولی درصد بسیار بالایی از عزیزان که میان هر هفته شاهد گفتگوشون هستیم، فیلماشون هستیم، همسراشون صحبت میکنن، بچه هاشون صحبت میکنن، دیگه یه مقدار این بدبینی رو بذاریم کنار. و واقعا اگر مشکلی داریم از لحاظ سلامتی سعی کنیم که تحقیق بیشتری بکنیم از طریق کتابی که در داخل ایران هست، در آمریکا هست به زبان انگلیسی، در ایران ترجمه شدهش هست، که شما عزیزان با دسترسی به این کتاب میتونید ببینید این محصولات چه مراحلی رو گذرونده و الان در چه مرحله‌ای هست. غیر از اون میتونید به رزومه آقای دکتر پروفسور دراپا رو ببینید، بگیرید، مطالعه بکنید، فیلماشون رو ببینید.
خب دیگه چگونه باید یه چیزی رو ثابت کرد؟ من نمیدونم. واقعا خوب گفتید. حقیقتا آقای دکتر دراپا فردی است که اصلا اما اگری درش وجود نداره. اگر که عزیزان سرچ کنن دکتر کریستین دراپا رو روی گوگل یا هر جای دیگه ای، اونقدر مطلب راجع به ایشون هست، همین اختراعی که کردن که فقط انحصاراً به ایشون تعلق داره در دنیا، و دیدی که انجمن رویان ایران ایشون رو دعوت کردن به اونی که جایزه بهش اومدن به خاطر یه همچین کشفی، و کتاب خود ایشون 3 کتاب نوشتن تالا در این مورد. آدم بسیار دانشمندیه و دیدید انقدر انسان متواضعیه که بیش از 4 تا 5 بار دعوت ما رو قبول کرده و تلویزیون اومده و مطمئنن تا ماه آینده مجدد خواهند اومد انشالله. یعنی مطمئنن ایشون در ماه آینده و تلویزیون خواهند اومد، همطور که تصویرشون میبینید. وبسایت ایشون رو میتونن مراجعه کنن، دکتر کریستین دراپا وبسایتشون مراجعه کنن، سخنرانیاشون رو در تلویزیونای امریکا و اروپا ببینن، و در این حال اخیراً سخنرانیشون در دانشگاه مالزی کوالالامپور، و بیش از 1000 نفر در این سخنرانی شرکت کرده بودن. یه آدم شناخته شده جهانیه آقای دراپا، و من افتخار همکاری با ایشون رو دارم. و من بارها گفتم من کاشف این نیستم، من به عنوان یک پزشک چون میدونم این به مردم کمک میکنه، من دارم این محصول رو در اختیار هموطنانم قرار میدم، با صحبت مشاوره پزشکی باش میکنم چه بیماری داره، این چه اثراتی روتون داره. ولی واقعیتش اینه که کاشف علم استمسل در دنیا به عنوان یک محصول خوراکی که باعث آزادسازی سلول‌های بنیادی میشه، اون ماده AFA یا افانیزین مینفلس اکوا فقط مربوط میشه به آقای دکتر کریستین دراپ. بله بسیار عالی. میریم فیلم این هفته رو بله. با هم نگاه میکنیم، خانم فروغ رحیمی. بله بله اگر آماده هست. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، عمو شهریار عزیز خودم، خانم حکاک گل و تمام بیننده عزیز. من فروغ هستم، فروغ رحیمی، و در سال 94 من فهمیدم که MS گرفتم. البته اول از همه شوهرم که فوت کرد نمیدونستم، 4 سال بیمار بودم ولی نمیدونستم، اطلاع اصلا نداشتم که من MS دارم. چون هر جا دکتر میرفتم هیچ کدومشون به من حتی نمیگفتم با MIR بگی که اصلا چته، چون خیلی ضعف داشتم، سرم گیش میرفت، تعادل اصلا نداشتم. و هر جا دکتر میرفتم میگفتن تو مال این استرس و شوکی که شاید فوتیت مال اینه، حتی یک کدومشون نمیگفتن تو برو من MIR بگی اصلا چه مشکلی داره. بعد دیگه خیلی دیدم سال 94 بود که خیلی وضعیت پام خیلی داشت ناجور میشد، راه درست نمیتونستم برم، خیلی اذیت، پام خیلی درد میکرد. دیگه رفتم دکتر پیش دکتر دهقان که فوق العاده دکتر خوبیه، دوستی که دکتر اسپانیایی مال متخصص ارتوپد مخصوص اعصاب و ایناست. بعد رفتم پیشش گفتم که آقا من اینجوری شدم، بعد بهم گفتش که خب ماینم که گفت برو راه برو ببینم. خب من خیلی ناجورم به خاطر بقا خب زیگزگ راه میافتم تا عادت نشم، من گفت بیس چشت بایم گفتم آقا میافتم، گفت نه من حواسم بهت اینا خلاصه. بعد گفت ماینم که کم گفتش که تو برای MIR بگی، شک دارم خب ولی مطمئن نیستم، تو MIR بگی جوابشو برام بیا. یه خلاصه رفت MIR گرفتم و دفتران جوابش دارم، گفتش که بله تو MS گرفتی. مثلا نمیستم MS چیه، بعد خود دلخوره داشتم. بعد گرفتم میشه دکتر شایگان نشاد، تیه نظر او بودم 8 ماه تیه نظر دکتر شایگان نشاد بودم. برم دکتر خیلی خوبیه، متخصص مغز اعصاب اصفهانه. بعد 8 ماه من آمپول استفاده کردم، 6 ماه ساندریکس زدم، 2 ماه ریسیجن زدم. بعد توی مدت خب خیلی سختم بود، درست راه نمیدونم، راه میرفتم، فلج نبودم که مثلا گوشه خونه بیفتم، نه راه میدستم ولی به سختی راه میرفتم، اذیت بودم، تعادلم خیلی وحشتناک، زیر صفر خیلی تعادل اصلا نداشتم. یعنی وقتی یه جا میستم حتما باید یه جای میگرفتم وگرنه از عقب برمیاشتم، هیچ تعادل نداشتم. بعد دیگه خلاصه بعد از 8 ماه اتفاقی با دکتر آشنا شدم و عمو شهریار آشنا شدم و
سی نظر بود که دکتر به من گفتش که خودش ایشون به من زنگ زد گفتش که فروژان اصلا نگران نباش و دیگه آمپولا رو بذار کنار. یه 6 ماه استفاده کردم، بعد 3 ماه و نیم دیدم داره روم کم کم یواش یواش داره روم تاثیر میذاره، ولی خیلی نه اونقدر که چشم گیر باشی یه دفعه، نه یواش یواش بود. دیدم نه راه رفتنم بهتر شده، تعادلم یه کمی بهتر شده بود، مثلا دیگه نمیخواستم یه جا حتما بگم، میتونستم راحت تر بیستم، بیا از اقا بر نمیگشتم بهتر بودم، خودم متوجه میشدم یه دارم بهتر میشم خدا شد. دیگه 6 ماه دارو مصرف کردم، بعد دیدم خیلی بهتر شدم. دکتر به من زنگ زد گفتش که چیکار کردی؟ گفتم تمام شد قرصام، گفت خلاف دارات که تمام شد با امایار ببینم وسط چجوره. بعد امایار گرفتم به بعد فرستادم به آقای هیبا، دستش در نکن آقای هیبا، واقعا لطف دارن ایشون، خیلی زحمت کشیدن برای من، عکس گرفتم میفرستم برای آقای هیبا، آقای هیبا هم زحمت کشید به دکتر فرستاد. بعد ایشون هم گفت دکتر گفتش که خدا شاید دیگه پلاک نده تو سرت، خاموشن غیر فعالن، مقداری عوارضش مونده، بعد عوارضش مونده بعدم دارو استفاده کنید که بهتر بشه انشالله. بعد دوره دوم که دکتر برام دارو فرستاد خیلی بهتر شدم، راه رفتنم خیلی بهتر شد، تعادلم بهتر شد، نمیگم اوکی یا عالی عالی، ولی خیلی بهتر شد. مثلا دیگه نمیخواستم جایی بگیرم، میتونستم بیستم، سرگیجم خیلی کم شد و راه رفتنم خیلی دوستم. چرا مثلا اون موقع 10 دقیقه که راه میرفتم دور اول پاهم درد میگرفت، سنگین میشد، اصلا نمیتونستم پاهمو بلند کنم، خیلی اذیت میشدم. ولی دور دوم نه، دور دوم حتی باورم میشه شاید بعضی ما 1 ساعت من راه میرفتم، اصلا خودم باورم نمیشد، ولی بعضی ما میدید نه 10 دقیقه دور راه میرفتم دور درد میگرفت پاهم. ولی خب نسبت به قبل خیلی بهتر شده بودم، خودم قشنگ حس میکردم دیگه. خود 6 ماه دورم استفاده کردم تموم شد، بعد دوباره دکتر زنگ زدم، ایشون من گفتش که تو امایار بگیر بینیم وضعیت عوارضش چه شده. دیگه عوارضم گرفتم خدا رو شو، ایستریکت گرفتم، پس آقا هیوا زحمت کشید برام به حساب دوتوگ عالیه، دیگه پلاکات کلن اصلا خاموش شده، هیچ مشکلی نداری، اوکی اوکی هسته. بعد دیگه این دوتوگ که من سه آخر که به عوارض زفتم خیلی جالب بود، نرفتم پیشش مایان بیو گفت دقیقا حرف دکتر رو زد، گفت پلاکات خاموش شده، هیچ مشکلی دیگه خدا شکر نداری و عالی شده، فقط کنترل شدم حواست باشه، دارات اگه میخوای میتونی با دکتر مشورت کنی. باشه نظر کنم دکتر مونده بودم بگم که من گفتم که من میتونم بودم من دکتر زیر نظر تو وزیر تبار هستم، دور خوب شدم بلام برکو هم که خارج کشور آوازیده و گفتم من و خیلی دکتر خوبیه، چشام چهار تاشو گفتم جدی که آره خیلی دکتر خوبیه و چه برکو خیلی جالب، اولین دکتری که بگو من رو ناسزا نگو به دکتر شما، گفت نه دکتر خیلی خوبیه کارش خوبه. گفتم که آقا تو دار به ایشون گفتم که من ایشون من خوب کرد با این دارو، من خوب شد ایلا ما آمپول هیچ که خوب نمیشه، هیچ کس در تو دکتر شایگان نژاد هم من ازش با موقعی که هنوز نمیدونستم با دکتر بسیار آشنا نشده بودم، یه با بهش کنم آقای دکتر تو رو خدا من تا کیک بعد آمپول بزنم تا کیک بعد خوب بشم، قشن به اونگو گفت فرو تو تا عبد و ده قشن میگفت تا عبد و ده بعد آمپول بزنی هیچ جد خوب نمیشی، همیشه تا اول زمانی که زنده به آمپولا بزنی فقط چی میشونم پیشگیری میکنه که بدتر از این نشی. دقیقا همین حرف رو دکتر وزیر تبار هم به من زد، همین حرف رو. بعد گفتم که خب به آمپولا هیچ که خوب نمیشه، یه واقعیته. بعد به دکتر همین دکتر جدید دفتم پیشش گفت خیلی دکتر عالیه، همین با پیش خودش اگه خواسته بینه، اگه ایشون میخوام معروف چی میگن مصلحت میدونه بعد دارو بس که با هم دارو یه دور دیگه بگیرید، که من با دکتر بسوا هم شهر خودمون بهش صحبت کردم که آره بقر و یه سری دارو دیگه برام بفرسته که دیگه بقوم هم بری گود بشم. اوکی آن یاش
من این ویتامین دی، ما که ام اس داریم معمولا ویتامین دی مون خیلی کمه، یعنی صفر. من خودم شخصا موقعی که ام اس گرفتم، وقتی آزمایش گرفتم ویتامین دی یعنی صفر بود، یعنی افتضاح، یعنی چی. بعد این دو مدت که من ویتامین دی مصرف کردم، الان رسیده قشنگ 37، که دکتر میگفتش که عادیش بعد طبیعی باشه 40 باش، من قشنگ شدم 37. الان عالی که به دکتر بستبام گفتم که خیلی خوبه، عالیه. الان اون موقع هر روز من استفاده میکنم، الان هفته یک بار من میخورم. بعد این هم یادم بگم من متاسفانه دکتر ایران نمیدونم چرا جوری میکنم، به جایی که امیدوارم بدتر دادم و معروف حالا دارم میگرم که من رفتم وقتی که خوب شدم، امس هم خوب شد رفتم میشه دکتر، میشه دکتر خودم که فهمید میزه نظرش بودم، که گفت امایانم رو دید نادید خوب شدم مشکل ندارم. من گفت خیلی خوبش، تعجب میگه که من اینقدر راحت راه میرم، چون من بار اول که رفتم پیش ایشون اصلا خود من زیگزاگ کردم، خیلی بدجور بودم. بعد آخرین بار که رفتم دید من اینقدر راحت راه میرم، خیلی خوب تعجب کرد که امایانم رو دید، گفت خیلی خوب شدی، چجور شد خوب شده. گفتم که من میخواستم از این نظر دکتر بازی دوارم، که بابام سعی بود رفتیم شمال و فلان از این نظر دکتر گیاهی استفاده کرده اینا، اینقدر عصبانی شد من گفتش که تو صبر کن 5 سال دیگه تو ویلچر میشینی میاد پیش من. من اینقدر عصبانی شدم، گفتم هیچ جای اینجوری نیست، من از 3 سالش گذشته، 2 سال دیگهش مونده، شالا 2 سال دیگه با ویزه خیلی بهتر از اون میام پیشش و بهش ثابت میگم که اینا همش علیکی که داره به خود حرف میزن، یا داروهای آمپولا به هیچ درد نمیخوره و این داروهایی که من سرگم واقعا عالی بوده، برای من خیلی خوب بوده، واقعا خوب بوده. و من از اینجا از طرف خودم شخصا، خودم، خانوادم، بچه‌ام، از عموشم یا تشکر میکنم، دستش میبوسم و یکی از آرزو هم یه روزی ببینمش و دستش ببوسم. عمو شهریار خوب هستی؟ ایشالله که سالیان سال خوب باشین. من از شما خیلی ممنونم که مامانم خوب شد، به خاطر داروهای شما بود که مامانم به سلامتش رسید، دیگه الان میتونه دنبال ما بیاد، راه رفتنش خوب شده، دیگه کمتر پاش رو زمین میکشه، خیلی بهتر شده. خلاصه دیگه مامانم به همه کارش میتونه برسه. خواستم بگم که همینجا دارم با بچه‌هایی که خیلی هاشون خداشو خوب شدن، مثل من خوب شدن، فقط میخوام به دوست عزیزم، بچه های خوب، اینا که مثلا ام اس گرفتن، مشکل داشتن، واقعا ام اس خیلی سخته، بیماری وحشتناکیه، خیلی سخته. اینا هم خیلی هاشون مثلا ناامیدن، این ناامیدی خیلی بده. من همیشه میگم هیچ وقت برای خودتون تاریخ و زمان مشخص نکنید، چون تاریخ و زمان خیلی بده. اگه به خودت بگی آره من 6 ماه دیگه خوب میشم، و اگه خود چیزی انتظاری که داشته خوب نشده این بدتر میشه. همین مدت 6 ماه هر روزش برای وحشتناکه، هی میگه آگه من خوب میشم، و اگه خوب نشدم چی؟ اگه تو 6 ماه خوب نشدم. همین بزرگترین استرس برای ماها، استرس، ناامیدی خیلی بده، که عمو شهریار خودش همیشه میگه اگه بهترین داروها، بهترین دوی مرو قرصا، داروها رو بدی ولی ناامید باشی و هیچ امیدی نشه و استرس داشته باشی، یعنی هیچ به هیچه. فقط تنها چیزی که برای ما خوبه امیدواریه و هیچ استرس نباید داشته باشی. من استرس از خودم دور کردم، به خدا استرس خودم، و هر دونه قرصی که من میخوردم خدا شده میگفتم فرو خوب میشم، من دارم خوب میشم و خوب میشم. هیچ جا برای خودم زمان مشخص نکردم که من 6 ماه دیگه خوب میشم، هیچ جا نگفتم آیا خوب میشم. اینا خیلی مهمه که آیا خوب بشم یا کی خوب میشم، اینا خیلی بده، وحشتناکه. استرس به هیچ عنوان. من عالی شدم، الان خیلی خوب شدم، دیگه سنگینی پام ندارم خداشو، این مدت که اوایل هم چرا یه مقدار سنگینی پا داشتم، الان همین هم دیگه خداشو ندارم. اما شریف فدات بشم، دست گله در نکنه بابت همه چی. من الان واقعا خوب شدم، اگه میخواییم الان یه دور تاب میخوانم تو خونه که ببینیم که من خوب شدم. از همه تو هم ممنونم، ببین من عالی، قشنگ راحت راه میرم، مشکل ندارم، میخواییم بعدش هم براتون میکنم.
خیلی خوب شد. من پاهامو نمیتونستم درست حتی بیام بالا، خیلی سخت. ولی الان قشنگ من پاهامو بالا پایین میبرم، خیلی راحتم، مشکل ندارم. از خانم علی خانی هم ممنون. خانم علی خانی لطف کرده، زحمت کشیدن تا اینجا اومدن، لطف کردن باید همه چی. از همه تون تشکر. مرسی، من دارم خیلی خوب مشکل ندارم، خدا شکر و دعا میدم. هیچ میخواییم برتم میتونم درخصم فقط شاد باشین، قصه نخورین، نوار بزنین، آهنگای شاد گوش بدین. آهنگ غمگین اصلا هیچ عنوان گوش ندین، یه همین آهنگ غمگین خیلی بده داریوش گوشین، چون خیلی غمگین. من داریوش خیلی دوست دارم، ولی گوش اندی گوش بدین، اندی خیلی خوبه، خیلی خوب شاد میشین. باید همه چی از همه تون ممنون. اما شاید یا خواهم هر کار مرسی، دوستتون دارم، خدافظ عزیزم. انشالله که این شادیتون همیشه پایدار باشه، بچه ها زیر سایه شما بزرگ شن و شما هم سالم و سلامت بالا سرشون باشین. تجربیات خودشون رو عنوان میکردن، خیلی جالب بود، خیلی جالب، خیلی جالب بود، خیلی واضح صحبت کردن از دوران بیماریشون و مراحلی که گذروندن. یه مطلبی رو که ایشون فراموش کرد اس ببره، من میخوام اینجا تشکر کنم از آقای دکتر بهمن علی صافی. بله. آقای دکتر بهمن علی صافی ایشون، یا علی صفی ببخشید، علی صفی. آقای دکتر بهمن علی صفی در اصفهان متخصص مغز اعصاب هستن، که ایشون میتونن بهشون مراجعه کنن، سوال بکنن. ایشون بودن که لطف کردن و گفتن درمان شدی، نیاز به هیچ دارویی هم نداری، ولی اگر خود دکتر وزیر تبار صلاح میدونه باش تماس بگیر، یه دور دیگه این دارو گفتن اینو. بله، اسمو نبردن. بله، من خواستم تشکر کنم از آقای دکتر بهمن علی صافی که واقعا ببینید یک پزشک باید به فکر مردمش باشه، باید به فکر سلامتی باشه، نه به فکر منافع خودش. وقتی یه پزشکی که متخصص مغز اعصابه میشینه تو مطبش و وقتی بیمار بهش مراجعه میکنه، میبینه امارایشو، شرح حالو گوش میکنه، میگه نه من اون دکتر رو میشناسم، واقعا کارش درست بوده و تو خوب شدی با این داروهای استمسل، این خیلی ارزشمنده. یعنی واقعا یه دکتر بسیار انسان و با وجدان که این کار میکنه و من از اینجا ازشون خیلی تشکر میکنم. برعکس اون آقای دکتری که حتی اسم شما رو براشون نبردن، نبرده گفتن میری چند وقت دیگه روی صندلی چرخ دار میاخد. شاید متوجه نشدن عزیزم، ایشون دو مرحله از من دارو گرفت به فاصله. بله. یک بار یه 6 ماه درمان کردم من ایشون رو، بعد خوب شد. بله. بعد گفتم یه فاصله بینش بدیم که این عوارض برطرف شد، دوباره درمان کنیم، متدیه برای مریضام. وقتی 6 ماه تموم شد ایشون خوب شد، میسر را بره میره پلو همون دکتر اولیه. بله. همون که مشکل داره. بله. با ما. بله بله. میره پلو و میگه نه اصلا اسم شما رو هم نبردم پدر ایشون. آره تا گفتن داروهای بیاد میشی بنام چی، ولی وقت از اون داستان 3 سال داره میگذره. بله. چون بعد ایشون یه 1 سال 10 ماه فاصله داد، بعد یه دوره 6 ماه استفاده کرد، دوباره تقریبا شد تقریبا 1.5 سال گذشت و بهبودی کامل پیدا کرد. و همینطور که آقای دکتر بهمن علی صفی به ایشون گفتن، اصلا هیچ اثری از MS در وجودش نیست. بس. یه مطلبی رو که من یهو یادم افتاد بگم دوباره، خیص. یه ذره از کار مسئله پزشکی بیایم بیرون و اونه که همین قضیه که بهتون گفتم، مولا نصرالدین رو باید بگیم حتما. اگر تصویر دوشاد داشته باشیم ممنون میشم. اگر دوشاد، مرسی، خیلی ممنون که میخوام خنده های شما رو ببینیم. مرسی. مولا نصرالدین، چون همیشه دکتر هستم و نباید خیلی جدی باشه در تلویزیون، گاهی آدم باید شروع کنه. یه روز مولا نصرالدین و پسرش تصمیم میگیرن که یک خر بخرن، یه الاغ بخرن، و در یه دهی زندگی میکردن. اون الاغی که میخواستن بخرن 4 تا ده اونورتر بوده. بله. دو تا پای پیاده راه میافتن میرن به اونجا، میرسن بعد از یه مدتی الاغو میخرن. بله. الاغ خیلی خوب و قوی اون. در برگشت دو تایی دهنه این چیزو میگیرن، الاغ رو میگیرن و قدم زنون پدر و پسر میان. به اولین دهی که میرسن مردم اون ده میگن اینا دیگه چه احمقایین، خره به این پرقدرتی داره را میاد، این پیرمرد اون پسر دارن پیاده میان، بابا اینا اصلا عقل ندارن، خب بابا بشین سوار خر بشین دیگه. یه ذره که از این آبادی رد میشن مناسی میگه بابا الان دوباره مردم هم بی بشین، دوتایی میشینن رو خره و را میفتن. به ده دوم میرسن،
افراد ده دوم میگن بابا اینا عجب بی انصافایی هن. دو نفر آدم نشستن هیکلشون رو گذاشتن روی خر بدبخت بیچاره اون زیر داره له میشه. آخه این درست نیستش که کلی ناسزا به مولا نصرالدین و پسرش مولا نصرالدین که بیا پایین پسرم تو بشین بالا من میرم. این میشینه بالا مولا نصرالدین پیاده میره. ده بعدی میگن عجب پسر بی معرفتیه چقدر نامرده، پدر پیرش داره راه میره پسر خجالت نمیشه نشسته رو خر. دوباره میگه پسرم بذار من بشینم تو بیا پایین. پسره میاد خره میبره مولا نصرالدین میشینه رو اسب ده چهارم. مردم میگن بابا این دیگه کیه؟ بنده خدا بدبخت بیچاره پسر بدبخت جوونه پاش داره زخم میشه. مردی که چقدر خودخواهه فلان عجب داستانیه. اینم آخر سر مولا نصرالدین که ولش کن دوتایی بزنیم رو کولمون ببریم خره رو. دوتایی خره رو کول میکنه که ده آخری میگن اینا دیگه چه اولاغایی هست خره رو کول کردن دارم یه. بعد مولا نصرالدین میگه بابا چه باید کرد از حرف این مردم؟ ما هر کاری میکنیم یه کاری به چه رنگ مردم برقصیم؟ به چه برقصیم واقعا؟ حالا داستان ما یه شوخی بود مزاحی بود بخندیم ولی داستان ما همینه. ام اس نمیذاری میذاری اینجا چند جلسه میگن دکتر فقط راجع به ام اس حرف میزنه مگه بیماری های دیگه نیست؟ اعتراضش شد بیماری دیگه شروع میکنه چرا راجع به ام اس نمیذاری؟ بعد ام اس چرا راجع به کلیه نمی بابا ما کلیه ریه همه چی رو هر هفته تقسیم میکنید هر هفته دیگه بله، برنامه ها رو بعد اینو به عنوان مزاح کن. حالا اگر موافق باشید ام آر جواب ام آر آی فروغ رو ببینیم اگر آماده هست قبل اول دو تای اول توی صفحه دو تا اولیا قدیمیه دو تا این قدیمی است. تاریخش کیه آقای امیرحسین خان؟ 28/8/94 این قبل از اینکه اصلا من تحت درمانش قرار بدم. بله بیاری سفر رو پایین کامل پایین 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 در نتیجه همینجا بله ببینید اونجا نوشته شده که ایشون دچار مالتیپل اسکلروزیس ام اس اصلا اس برده اونجا و پلاک های فعال داره و حالا یه دیسک گردن هم داره بر مفصل راجع به ام اس اش توضیح داده تو متنش هم همینطور در گردن. حالا بریم تصویر بعدی بعد ما رو مغزش باشه باز دوباره همین رو در سال 94 ذکر کرده در تصویر بعدی این بالا ببرید ببینیم برین امارایه برین امارایه بله. حالا بیایید پایین نتیجه شو بیارید آها ببینید باز اینجا گفته که این دیمینیشن فعال پلاک وجود داره یعنی مالتیپل اسکلروزیس داره دیگه ام اس داره واضح نوشته براش. حالا اگر بریم بعد از این درمان ها آخرین امارایی که ایشون کرده در سال 97 بله. یعنی آخر 96 اسفند 96 بله. همین دو ماه پیش تاریخش کیه؟ آخرین روز سال یعنی یه ماه و نیم پیش بله. یه ماه و تقریبا 50 روز قبل. خب حالا گزارش بخونیم بخونید شماره یک گزارش دیاگنوز رو امیر حسین جان شماره یک آفرین ببینید نوشته نو اکتیف پلاک یعنی هیچ پلاکی در مغزشون فعال وجود نداره. حالا بریم تصویر بعدی که ما رو مغزشون هست ما رو گردنشونه که قبلا بوده ولی الان دیگه هیچ پلاک فعالی وجود نداره برای همین دکتر خوشحال شده وقتی امارای روی دیده. و اگر در تصویر آخر این ما رو مغزشون هست برین امارای بیارید پایین باز همین جمله رو میبینید نوشته نو درسته نو اکتیف پلاک درست نو اکتیف پلاک هیچ پلاکی وجود نداره. مرسی جناب امیر حسین عزیز ممنون. مال کدوم فامیلتون بود آقای دکتر؟ مال دختر دایی دخترم ممنون بوده گفتیم بیاد صحبت از این مزاق گفتم دیدید که اسم و تاریخ و همه چی دیگه مشخصه. هر کس هم مایل بود میتونه تماس بگیره بله. مشخصات عزیز رو بگیره بره در خونه شون بله. ببینتش و این ورقه ها و این نتایج پزشکی رو بله. بره از نزدیک بله. ببینه بله. من اتفاقا گفتم چون ما اتفاقا بیمار درمون شده ام اس در اصفهان خیلی زیاد داریم چون اصولا در اصفهان ام اس خیلی زیاده بله. چند بار خیلی گفته زیاده بودید. خیلی زیاد بله. خب این همه بیماری که تو الان تحت درمانن یا اونایی که میخوان تحت درمان ما قرار بگیرن اول برن خانم رحیمی رو ببینن مدارکش رو ببینن بله. راه رفتنش خوب دیدن بله. مدارکش رو ببینن امارایش رو ببینن صحبتش رو گوش کنن. اگر به این من بارها مریض زنگ زده که دکتر من میخوام الان پول بریزم این دارو گفتم نه شما باید تحقیق کنید
بله. تعجب کرد، گفتم من قبول دارم. گفتم میدونم قبول دارید. موقعی این دارو رو شما اثر داره که تحقیق کنی، یعنی اگه با اینترنت آشنایی بری مطالعه بکنی، بری مریضش ببینی کدوم شهری فلان شهر، برو فلان بیمار رو ببین. میگه من دیدم، حالا من ولکن نیستم، میگه باید حتما شما مطمئن بشی از اینکه این درمان رو شما مؤثر. چون ما نمیخوام همینطوری یه چیزی رو بگیم که ما میخوام واقعا هدف ما خدمت به مردمه. هدف ما اینه که مردم بهبودی پیدا کنن. تمام تلاش من برای اینه که شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید، اگر بیماری دارید، کسی رو دارید که مشکلی داره، من بتونم خدمت کنم به شما. بله. وگرنه خب ثبت نام که روزی 1000 نفر میخوان پول بدن ما بهشون دارو بدیم، ولی من همینطوری به کسی باور کنم، کسی زنگ زد هر چی التماس کرد، گفتم سن بچه شما به اون سن مخصوصی که ما معمولا زیر سن 5 سال رو دارو نمیدیم بهشون. بله. با نظر آقای دکتر دراپا، و اونم باید وزن بالای 25 کیلو داشته باشن. بله. بعد ایشون میگفت نه من با ضمانت خودم. گفتم اصلا ضمانت شما رو کار نداریم، قانون اینه که ما باید اینطور باشه. من اینا رو همه رو به مریضا میگم و بارها به مریضا گفتم، شاید الان دارم جلوشونم میگم تعجب بکنن مردم که من دارم اینو میگم. من بوده به بیمارانی که گفتم شما صلاح نیست این کارو بکنید، این درمان به درد شما نمیخوره، پولتون رو حرام نکنید. بارها گفتم. در صورتی که خب اگه مسئله مالی بود خب میگفتم بله ثبت نکن، بله ثبت. خب درست نیست. درست. ما فقط صرفا من میخوام مردم خوب بشن، خدمت بکنیم به مردم، چون میدونم که طب آینده یعنی هم. حالا اگر اجازه بدی یه فیلم راجع به ام اس من بارها نشون دادم، 100% توضیح بدم، و بعد راجع به عزیزانی که مشکل ام اس دارن یه توضیح برای عزیزان بدم بعد از دیدن این فیلم که یه مقدار. بله این فیلم من بارها نشون دادم. صحبت بر اینه که ام اس در مرد و زن وجود داره، در خانم ها البته بیشتره یه مقداری میزان ام اس. هنوز علت اولیش واقعا شناخته نشده. مسائل اعصاب، مسائل ویروس ها رو درش دخیل میدونن. حالا یه فیلم بعدی که نشون خواهیم داد ویتامین د 3 چقدر مهمه. بله. حالا توضیح خواهم داد در موردش. در این فیلم هم بازگوی اینه که شما باید بررسی کنید، علائمی دارید، یه سری علائم بالینی دارید، دوبینی دارید، لرزش دارید یا گزگز اندام دارید یا این مسائل دارید، باید این امواجی که میاد به طرف پایین، چون اونجا پلاکه یا سر راه مسدوده یعنی زخم شده میلین، امواج به خوبی نمیتونه انتقال پیدا کنه و شما مشکلاتی دارید. از نظر آزمایش خون رول اوت کردنه، یعنی مطمئن بشیم چیز دیگه ای نیست، وگرنه ام اس آزمایش خونی نداره. ولی بهترینش به اصطلاح مگنتیک رزونانس ایمیجینگ، یعنی تاثیر برداری مغناطیسیه که نشون میده این لک ها رو به صورت سفید رنگ که ما اصطلاحاً بهش میگیم پلاک، محل خوردگی میلینه که اونجا صوت بر میگرده به خاطر امواج رفت و برگشت صوت رزونانس، صوته که اون تصویر میفته و مشخص میشه در اون نقطه زایعه‌ای وجود داره. نهایت اگر هیچ تشخیصی نداشته باشیم میریم به سراغ نخاعشون و بررسی از طریق نخاع میکنن، مایه مغزی نخاعی رو بررسی میکنن. در تمام این موارد ما باید بدونیم 4 نوع ام اس داریم، این خیلی مهمه. درمانش هم متفاوته، زمان درمانش هم فرق میکنه. حالا به ترتیب که میاد شماره 1, 2, 3, 4، نوع اول رو ما بهش میگیم ریلپس ریمیتینگ، عود کننده ثابت، یعنی عود میکنه، دکترها درمان میکنن، دوباره خوب میشه. اینا همیشه در یه فاز خاصی میمونن، خیلی حالشون بد نمیشه، که 80% MSCA نوع 1 هستن. نوع دوم که اصطلاحا بهش میگن سکندری پروگرسیو، این نوع بسیار سختیه، یعنی بیمار یکی دو تا حمله اوائل بیمار شروع بیماریش بهش دست میده، بعد دیگه حمله ای نداره، ولی روز به روز بدتر میشه، هی بیماریش پیشرفت میکنه. نوع سوم که اصلا اتفاقی تشخیص داده میشه پرایمری پروگرسیوه، یعنی پیشرونده اولیه، از اول اصلا یه مرتبه شروع میکنه یه سری مشکلات ایجاد کردن برای فرد. نوع آخرش پروگرسیو ریلپسینگ، یعنی ریلپس میکنه، پروگرس پیشرونده است و مرتبا عود میکنه و پیشرفت میکنه. این نوع خیلی سختی که 1% بیشتر نیست. پس انواع ام اس مهمه. حالا اگه برگردیم به استودیو ممنون میشم. ببینید انواعش مهمه. من یه خواهشی که الان عزیزان
مقابل تلویزیون دارم، چون این روزا خیلی صحبت با مریضا کردم. بله. همینطوری که فروغ جان در ویدئوی خودش گفت، منتظر این نباشیم بگیم 6 ماه شد پس چی شد، 8 ماه شد. زمان برای خودتون نذارید. بله. یه راهی رو دارید میرید درسته، صبر بکنید نتیجه میگیرید. دلیل و مدرکی که نتیجه میگیرید MRI که انجام میدید. بله. گاهی اوقات بیمار به من زنگ میزنه میگه دکتر من پام هنوز سنگینه، تعادل ندارم. میگم شما یه MRI بگیر. MRI میگیره، بعد میگه آره تو MRI میگه هیچی نیست. میگم خب برای اینکه اینا عوارضه، عوارض بیماری زمان میخواد. درست. یکم تحمل کنی عوارض برطرف شه، ادامه درمان بدید به وسیله همین محصول جدید استرمرجین که حالا من در آینده به زودی راجعش صحبت خواهم کرد، محصول جدید استرمرجین که اومده، ادامه درمان بدید، بذارید بهبودیتون 100% بشه یا گارانتیش کنید برای همیشگی برای خودتون، اینا رو مجددا اوردر بدید و زمان مشخص نکنید. چرا نشد، چرا حالا شد، چرا 6 ماه نشد، چرا 8 ماه شد. این خیلی خیلی مطلب بسیار مهمیه. بله. یه فیلم کوتاه فقط از 2 دقیقه راجع به یه تیکش هم فقط من میگم پخش کنه. شروعش یه چیز خبری راجع به ویتامین دی و استم سل. بله. که چقدر در ام اس مؤثر. بله. اگر اون فیلم هست، موجود هست، ما بتونیم اونو ببینیم. یک خبری است راجع به ویتامین سی و نمیدونم این کدوم هست. اگر از اولش بذارید، از اولش بذارید ممنون میشم. مثل که این وسطاش بود. ببینید نشون میده که اگر اونه پس اون نیست. راجع به ویتامین D3 صحبت میکنه. بله. ویتامین D3 چقدر مهمه برای بیماران، باید حتما لولش بالا نگه دارن، چون الان سالهاست به این نتیجه رسیدن که ویتامین دی یکی از مهمترین چیزایی که تو بدن انسان لازمه. یعنی خود ام اس باعث میشه که ویتامین دی شخص دقیقاً. بیاد پایین. دقیقاً. بله. یا حتی کسانی که ویتامین دی پایین دارن ام اس رو نود میکنه. اوه. بله. اوه. اوکی. برای همین ویتامین دی خیلی مهمه که معمولا نرمالش بالای حدود 40 باید باشه. بله. میلی گرم. باید 40 باشه. ولی مثلا در بیمار ام اس 15، 10، 7 در بعضی 0، در بعضی مثلا 30 و خورده‌ایه. الان فروشان رسیده به 37.5، یعنی نرماله تقریبا دیگه. بله. مشکل نداره. ولی من بهش گفتم بازم باید ویتامین دی تو ادامه بدی، هفته‌ای باید ویتامین دی بخوری. بله. که این خیلی خیلی مهمه. بله. مسئله نیست چون زمانم نداریم اون مسئله من اینجا عنوان کردم. بعد در همین فیلم راجع به استمسل صحبت میکنه که استمسل در جامعه امریکایی چقدر مؤثره روی درمان مالتیپل اسکلروزیس. واقعا تنها درمان، نه در مورد امسکار داریم صحبت میکنیم، تنها درمانی که هیچ ضرری نداره، هیچ گونه عارضه ای نداره. شما بارها گفتید این روش درمانه و من از عزیزان تقاضا میکنم همطور که خانم حکا گفتن برید عزیزان رو ببینید، بیماران رو ببینید. از من نخواهید همینجوری بهتون دارو بدم. بارها از من خواستید عزیزانی که میگید دکتر ما شما رو قبول داریم، ایمان داریم، برای ما دارو بفرستین، دارو چی بفرستم؟ شما نیاز ندارید. یه مریضی بود اصرار که شما، میگم عزیز من روی مثلا فرض بکنید بیماری های روحی، افسردگی این اثر نداره. بله. ممکنه شما یه بیماری داری، افسردگی هم داری، ما داریم اون بیماری رو درمان میکنیم افسردگی هم خوب شه، ولی صرفا برای افسردگی این اثری نداره. بله. میگه من شما رو قبول دارم، هر چقدر پول بدم برام بفرست. میگم عزیز من فایده نداره، آخه من دارم از الان به شما میگم. بله. اینو باید ازم بدونن. من به کسی میگم ثبت نام بکنه این دارو رو دریافت بکنه که مطمئن باشم مؤثره براش، حالا درصدش 5% تا 90%، تا مؤثر نباشه من پیشنهاد نمیکنم برای گرفتن این. آقای دکتر در مورد بیماری آرتروز که بسیاری از افراد حالا کم یا زیاد بهش دچار هستن چی؟ اونا میتونن بسیار مؤثر. خوب. بسیار. وقت یه چیزی بگم، یه موقع از همین بیماری که میگه افسرده دارم، بگه آقا اصلا من میخوام، ما حرفی نداریم، من میخوام تو خانوادم مثلا مادرم دیابت داشته، پدرم آلزایمر داشته، من میخوام دچار این مشکلات نشم. این حرف پسندیده. وقت ما دیگه فقط داروی استمرجین براش میدیم، فقط داروی استمسل براش میدیم، دیگه داروی جانبی بر اساس نوع بیماریه اونا رو دیگه نیاز نداره، فقط میریم استمرجین میدیم به بیمار برای فعال کردن سلولای بنیادیش، برای دوباره سازی بدنش، برای قدرت بدنش. و چون داروی جدیده استمرجین، الان دارم اعلام میکنم این خبر خوب رو که آقای دکتر تروپا 2 ماده بهش اضافه کردن استمرجین جدید که داخل شیشه رفته، الان دیگه داخل پلاستیک نیست. اوکی. که غیر قابل کپی برداری در دنیاست. بله. و خیلی جالب شده، شیشه ای شده. در این شیشه ها که داروهای استمرجین درش قرار داره، این داروی استمرجین ایشون ثابت کرده که روی تلومرور،
یعنی اون تیکه از کروموزوم اثر میذاره که عمر رو نشون میده، طول عمر ایجاد میکنه بیش از 10 سال، و در این حال حدود برعکس حدود 5 تا 10 سال هم جوانی ایجاد میکنه. یعنی کسی که به طور فقط مینتننس، به طور همینجور دلش میخواد مثلا اینو بخوره بدنش رو به راه باشه، طول عمر ایجاد میکنه و سلامتی و جوانی. این یکی از خصوصیت خوب استمرجین های جدید هست. یک دنیا ممنونم آقای دکتر وزیر تبار عزیز، برنامه پرباری بود مثل همیشه. با تشکر از شما ممنونم. به اتفاق با بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.